رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، روز خوش. سلام بفرمایید. متشکرم. من از ایران تماس میگیرم، 33 سالمه و متاسفانه یک ازدواج خیلی اشتباه توی سن خیلی پایین 21-22 سالگی داشتم که خب با هر مشکلاتی که بود یه جورایی همیشه به قول خودمون من سنگ زیر آسیاب بودم و این ازدواج تقریبا 10-11 سال طول کشید و ما از این ازدواج یک فرزند تقریبا الان 6 ساله داریم که البته من از همسرم تقریبا یک سال و نیمه که جدا شده. پسر یا دختر است فرزندتون؟ پسر فرزنده. خب موضوع در واقع جدایی ما از البته خیلی اختلاف داشتیم، البته اختلافاتی که شاید اگر کسی خارج از زندگی ما به زندگی ما نگاه میکرد همیشه از طرف دوروبری ها و دوستا بالاخره هیچ کس هیچ موقع متوجه نمیشد که ما در این حد و سطح اختلاف داریم توی زندگی و در واقع زندگیمون خوب نیست، به خاطر اینکه خب همیشه ظاهر رو حفظ میکردم حداقل من. و خانوم من یه شخصیت حالا با توجه به تقریبا یک سال و خورده‌ای هستش که من پیگیر صحبت‌های شما هستم، یه شخصیت کاملا خشمگین، طلبکار و ناراضی بود و خب البته توی روابط در واقع جنسیمون مشکلات زیاد داشتیم همه چی و خب همه این مسائل رو من در واقع تحمل می‌کردم، حالا یا درست یا به اشتباه، به خاطر ذهنیتم این بود که به خاطر بچه. به من بگید که نه صبر کنید، نه صبر کنید، صبر کنید. به من بگید ایشون از شما بزرگتر بودن، کوچکتر بودن، به چند سال؟ نه ایشون از من 4 سال کوچکتر بودن. به شما ایشون در چه سنی بودن با شما ازدواج کردن؟ آره ایشون تقریبا فکر میکنم 17 سالشون بود. خواه شما فکر کنید کی میتونه از بیرون نگاه کنه به یه رابطه 17 ساله و مثلا فرض کنید 21-22 ساله فکر کنه خوبه؟ چه رابطه ای؟ چه ازدواجی؟ آه اسم این ازدواج نیست عزیز. بعد شما چه شغل و کاری داشتید؟ درآمدی داشتید؟ چه استقلال اقتصادی هم داشتید؟ رو پای خودتون ایستاده بودید یا کمک پدر و مادر؟ آره من با اینکه نه من با اینکه درس میخوندم اما کار هم میکردم. من در واقع همین کاری که الان هم دارم، فروشگاه پوشاک دارم و همون زمان هم در واقع اونو داشتم، حالا در حد و سطح کوچیکتر. خب در واقع درآمد آنچنانی نداشتم اما درآمد داشتم، طوری نبود که درآمدی نداشته باشم. اما خب بعد از ازدواج من تازه رفتم سربازی، از سربازی برگشتم و خب اون موقع ما در واقع عروسی کردیم و اومدیم سر خونه زندگی. یعنی من 24 سالم 24 سالم بود که ما اومدیم توی خونه خودمون. تا اینجا قضیه اینطور. حالا اگر من لازمه خب. که بقیه موضوع توضیح بدم. نه شما بگید فقط هر دوستون فرزند چندم هستید؟ آقای دکتر من فرزند چهارمم از 4 تا، با فاصله سنی فرزند آخر نسبت به من 3 سال، در واقع خواهر بزرگتر از من 3 سال از من بزرگترم و بعد ایشون به نسبت در واقع 4 سال تا نفر اول. ایشون فرزند دوم از 2 تا بودن با فاصله سنی 4 سال. آیا همسرتون کار میکردن یا نمیکردن؟ نه ایشون اصلا هیچی و ایشون زمانی که در واقع ما ازدواج کردیم درس میخوند و خب بعد از اینکه ازدواج کردیم درسشو ول کرد. خب شما اگر مسائل مشکلاتی داشتید چرا 4-5 سال صبر کردید بعد بچه دار شدید؟ خب برای چی بعد از 4 سال؟ یک سری اتفاقا همین موضوعیه که من همیشه بهش فکر میکردم. خودم سالای اول سالای خوبی بود و من واقعا دوستش داشتم، خیلی دوستش داشتم و فکر میکنم شاید اونم منو دوست داشت، ولی خب به خاطر در واقع مشکلات روانی که بود اختلافاتی بین ما بود، اما من قلبم دوستش داشتم. ولی خب خیلی اذیت بودم
اما قلبا دوستش داشتم، یعنی زندگیمو باهاش دوست داشتم. یک اتفاقی افتاد توی زندگی من دقیقا قبل از بچه دار شدنمون که فکر میکنم نقطه عطف زندگی ما بود. اینکه من از لحاظ اقتصادی به مشکل خوردم و اصطلاحاً ورشکست شدم. این موضوع منو خیلی توی زندگی ضعیف کرد. یعنی من احساس میکنم تا قبل از اون تعادل زن و شوهری که شاید باید باشه بود، اما بعد از اون موضوع به خاطر مشکلات مالی که برای من پیش اومد و عدم در واقع تقریبا میشه گفت حمایت خانواده من از من و حمایت نسبی خانواده ایشون از ما خیلی جزئی، مثلا در حد این که خب یه وامی واسه من میگرفتن، خب من قسطاشو خودم میدادم، در این حد یه جورایی من موضوع تو زندگی خیلی ضعیف شد. یعنی ایشون و میشه گفت خانوادهش همیشه این موضوع مطرح میکردن که خب من زیر پر و بالتو گرفتم، ببین حالا مثلا بابات هیچ کار واسه نمی کنه. و من این موضوع رو واقعا خب باور کردم و خب از لحاظ اقتصادی خیلی ضعیف بودم، با اینکه صبح تا شب کار میکردم، اصلا آدم تنبلی نبودم، صبح تا شب کار میکردم و این موضوع من طی یک سال و نیم خب مبلغی که واسه من شاید کم نبود و جبران کردم، دوباره پاشدم و شرایط خیلی بهبود دادم، اما منو از اون زمان به بعد ضعیف کرد و تقریبا فکر میکنم اختلافات ما از زمانی شروع شد که من اون نمیدونم، فکر میکنم اون تعادل تو زندگی ما به هم خورد. اما بعد از این که من دوباره به شرایط نرمال اقتصادی برگشتم، خیلی بهتر از قبل شدم، زندگیمو خیلی بهتر از قبل شد، اما میدیدم که انگار دیده نمیشم، انگار هنوز مثلا ایشون فکر میکنه که من همه این زندگی رو ما مدیون مثلا خانواده ایشونیم، یا یه طوری احساس میکردم واقعا دیده نمیشم. اینو نمیتونم واقعا چجوری بهتون خودم درک کنم. خب آخه شما نه ببینید عزیز، آخه شما نصب کنید، شما بیچگی بچه آخر رو دارید، ولی از در این حال یه زمینه به هر حال خود مداری و خود محوری رو دارید. علاوه وقتی شما در این سن کم توی جامعه مانند ایران شما تصمیم میگیرید ازدواج کنید، بعد با ورشکستگی روبرو میشید، معمولا اعضای خانواده مسئول و مقصر میدوننتون. حالا درسته برخی از اوقات شرایط و وضعیت اقتصادی است، ولی به هر حال معلومه که کارهایی که بوده و خب بنابراین اون سر جاش میمونه و بعدم آسیبی که میخورید تا دوباره ترمیم بشه. بعدم فرض حرفتون درست، اصلا شما اومدید بعد از این مدت کوتاهی به بالا رسیدید، هنوز شما تو بیزینس و کاری هستید که باز احتمال یه ورشکستگی دیگه هست. یعنی میدونید این چیزی است که مثل تیری است که به آدما میخوره، ممکنه الان نمیرن ولی مدتی بعد میمیرن و یا همچنان اثرش باقی میمونه، و مخصوصا در یه جامعه مانند ایران که مسئله زن و مرد به یک اعتبار سن و زیبایی زن است و توانایی مالی مرد که این اساس انتخاب و ازدواج بوده، خب شما یه دفعه از اون افتادید، یعنی همه چیزی رو که به یک اعتبار رو از دست دادید، نباید تعجب کنید. حالا که ایشون منت کمک خیلی کم خانوادهش رو به روی شما میگذاشته، به دو تا معنی هست، یکی اینکه اون رو بزرگ میدیده از نظر شما نبوده، دوم که میدیده در مقام مقایسه خانواده شما که ای بس و وضعیت بهتری داشتن یا اگرم نداشتن به هر حال اونها بودن که باید شما رو حمایت میکردن، به اون صورت حمایت نکردن. بنابراین تعجب نکنید از اون نتیجه، ولی به شما برخورده. شما ایشون رو خشمگین و طلبکار و ناراضی میبینید، اما خود شما هم یه مقداری حالت خودمداری و خودمحوری حتی تو همین کلامتون و بیان مطالب هست. من شما باید بپذیریم اگر رفتیم شکست خوردیم، شکست خوردیم، نمیتونیم بگیم پس دیگران اهمیت ندن. به علتش هم خیلی روشنه، مخصوصا وقتی که بردن مهمه، خب باختن هم مهمه. حالا از اون بگذریم، شما من میگید نگاه و نظر ایشون نسبت به شما عوض شد. آره من اینو از این بابت خدمتتون گفتم که شما فرمودید که خب چرا با این مشکلات تو در واقع ادامه دادی، به خاطر اینکه من احساس میکنم تا قبل نه من نگفتم ادامه دادی، من فقط گفتم نه صبر کنید شما به من حرفم این بود رایت یعنی آره نه من واقعا تا اون زمان من مشکل حادی رو درک نمیکردم توی زندگی، چه درست چه اشتباه، واقعا درک نمیکردم. دقیقا تو همون سالها بود که همسر من باردار شد و تو
تو همون بحبوحه مشکلات مالی ما بچه‌ام به دنیا اومد، اما خب خدا رو شکر حالا با تلاش من بود یا هرچی، بلافاصله بعد از اینکه بچه‌ام به دنیا اومد در مدت کمتر از یک سال همه چی رو به نرمال شدن و شرایط خیلی بهتر شد و کاملا وضعیتمون خوب شد و به حد بالای اقتصادی رسیدیم علاوه درآمدی. اما واقعا من تو تمام این مدت احساس میکردم انگار من نادیده گرفته شدم، از این جهت که خب حالا این اتفاق افتاد ولی خب همین منی که بودم که اون اتفاق رو باعث شدم، خب حالا همین من هم دوباره تلاش کردم و این زندگی رو به اینجا رسوندم. و خب مشکل عمدمون این بود که ایشون اون احترامی که من توقع داشتم به من بذاره رو هیچ وقت نمیذاشت، همیشه طلبکار بود از من و عمده مشکلات زندگی ما این بود. و البته مشکلات شدیدمون توی موضوع رابطه جنسی بود که واقعا خیلی افتضاح. اونجا چرا خراب بود؟ مشکل عمده من با ایشون این چه اشکالی داشتی تو رابطه؟ میتونم بگم ایشون خیلی کم تمایل به رابطه داشتن. خب اگر مشکل من دو ماه هم خب آخه نببینید عزیز سبب آدم ها از نظر فیزیکی و بدنی و جسمی یکی ماهی یه دفعه رابطه میخواد، یکی ماهی 60 دفعه. یعنی آدم ها از این بابت بسیار متفاوتن، بر از نظر روانی هم همینطور. بنابراین اسم این تقصیر کسی نیست. یعنی ببینید برخی از اوقات مسائل جنسی یه چیزیست که ما هستیم، این منم با یه چنین گرایش‌هایی، و اینکه تصور کنیم همه باید این گونه یا آن گونه باشن نیست. معمولاً هم بحثی که میشه میگن به صورت معمول و نرمال باید این باشه. شما حرفتون الان اینه که همسر من تمایل جنسی کمی داشت. خب این یه مسئله است، متوجه هستم. آره، یکی از مشکلاتمون هم این بود. خلاصه موضوع گذشت و حالا به هر نحوی بود ما زندگی رو ادامه دادیم و حالا بالا و پایین تا تقریبا فرزند من 4 ساله شد. از یک زمانی به بعد دکتر مشکلات هر چقدر که بود، این بیتوجهی ها به من، موضوع روابط جنسیمون و تمام مشکلات هر چقدر که بود، ناگهان زب در دور شد و من همیشه یه حسی رو داشتم در مورد اینکه ایشون نمیدونم، احساس میکردم یه کاری داره میکنه، احساس میکردم یه رابطه ای رو داره، ولی هیچ وقت باور نمیکردم حالا این رابطه وجود داره یا اصلا حد و سطحش چی میتونه باشه. و حتی طرف مقابلیه که من در واقع این اتفاق افتاده بود رو هم متوجه میشدم یه جورایی پیش خودم، ولی نمیدونم چرا هیچ وقت اینو نمیخواستم باور کنم و باور نمیکردم. حداقل ایشون با خودم همیشه میگفتم اگر این هر ایرادی داره این کار رو هیچ وقت اصلا ممکن نیست انجام بده. خلاصه در واقع من این موضوع رو همیشه نادیده میگرفتم و از یه جایی به بعد که مشکلاتمون خیلی حاد شد و در واقع من احساس کردم که دیگه واقعا نمیتونم ادامه بدم از هر جهتی که در واقع توی یک زندگی زناشویی باید باشه. اصلا در غیر از مسائل قبلی همسرتون چه مشکلاتی به مشکلات شما اضافه کرده بودن؟ ایشون مثلا یکی از چیزایی بود که خب مثلا میرفت بیرون بدون دلیل و خیلی تأخیر میکرد. خب مثلا یه برنامه بود که بود بره مثلا بعد از یک ساعت برگرده، یهو میشد 2 ساعت. خب من اینا رو واقعا بعد بچه‌مون این وسط مثلا تو مهد کودک که میبرد میذاشت، قرار بود پیش بچه بمونه چون بچه در واقع نمیمون، بعد میدیدم مثلا اونجا نمیمونه، به من زنگ میزنن میگن مثلا بچه داره ناراحتی میکنه، میگن مگه مامانش نیست، میگن نه رفت بیرون مثلا. یا موضوعاتی بود سر خیلی ولخرجی ایشون و فقط عملا به قول نمیدونم خودمون من شده بودم آبربانک و فقط ایشون پول خرج میکرد، خرید میکرد، اینو میخرید بدون اجازه من، اونو میخرید بدون نظر من. اصلا من هیچی بودم، عملا صبح میرفتم سر کار، شب میومدم پول میابردم، ایشون میرفت خرج میکرد بدون اینکه حتی یک نظر یا یک از من بپرسه، یک اجازه از من بگیره، نمیگم اجازه، حتی نظر منو بپرسه حتی. و همیشه وقتی من اعتراض میکردم میگفتش کار دیگه، من دلم خوشه به همین چیزا. و البته طی تمام این مدت های دکتر ما اگر هر چیزی میخریدیم
ایشون حالا خیلی ظریف در واقع به من درخواست میکرد که خب اینو مثلا این ماشین خریدی بزن به نام من. گفتم خب مگه چه فرقی داره به نام من و تو؟ میگو خب اصلا اگه فرقی نداره مثلا بزن به نام من. گفتم باشه میزدم. یه ماشین دومی خریدیم گفت اینم بزن و گفتم آخه اون که هست. گفت نه خب اینم بزن حالا چی میشه مگه چه فرق، من دلم با همینا خوشه. گفتم باشه. نمیدونم خونه گرفتیم، خونه رو گفت بزن به نام من، من دوباره همینطور باشه بیا حالا مگه اینا چه اهمیتی داره؟ من واقعا اصلا فکر نمیکردم به این چیزا. در واقع من هر چی داشتم آقای دکتر به نام ایشون بود. من احساس میکنم از یه جایی به بعد ایشون در واقع زودتر از من متوجه شده بود که این زندگی پایان خوبی نداره و خیلی با سیاست عمل کرد. بالاخره من البته با سیاست عمل نکرده عزیزم. ببینید عزیز، صبر کنید چون این برنامه است که برای بقیه شنوندگان خوب عزیزم هست. ایشون با سیاست عمل نکرده. ببینید نه صبر کنید، دوگانگی شما مسئله شماست. شما ببینید از یه طرف به عنوان فرزند آخر یه جوری ناآگاه و آگاه خودتون رو نادان و ناتوان میبینید و در نتیجه یه زمینه‌ای برای اینکه من جایگاه کمی و پایینی دارم. اما درست به دلیل ویژگی روانیتون که حالا از کجا میاد یه ذره جای گفتگو داره، ولی اگر اشتباه نکنم فرزندی که بالاتر از شماست دختره، شما یه زمینه خودخواهی رو هم دارید. یعنی شما یه حالت ترکیب خودناپسندی و خودپسندی رو دارید و این دقیقا از اون استفاده میکرده. یعنی هر وقت که لازم میشده به عنوان خشمگین و طلبکار و ناراضی شمایی که اون پایینید میامده و به نوعی از شما سوء استفاده میکرده، هر زمانم که فکر میکرده موضوع کمی جنبه جدی داره با گذاشتن لیلی به لالای شما میبرده شما رو به سمت خودخواهیتون و ازتون میگرفته. یعنی کاملا من مانوری که ایشون مثلا چون بچه دومم هست یاد گرفته بوده که چگونه با آدمایی از خودش بزرگتر بتونه یه جوری بسلا زنده بمونه و زندگی کنه و معلوم هست که دختر باهوشی هم هست، مانورای زده. ولی شما در یه جامعه مانند ایران به چه مناسبت رفتید خونه خریدید به اسم ایشون بذارید؟ ایشون دلش به این خوش نباشه، من اصلا چه اهمیتی داره؟ ایشون با دلش به این خوش باشه که خونه داریم یا ماشینی که هست خونه رهن کردیم. خیلی خب، حالا رهن پولی که گذاشتید، خب همون در جامعه ایران ما هیچ جای دنیا که این رهنه به این صورت نیست. اون رهنه کردید، اون پول وقتی به اسم ایشون باشه مسئله است. بعدم دو تا اتومبیل که به اسم هم باشه، من دیدم به اینا خوشه، به چی خوشه؟ اگر مالکیتی روش نیست که فرقی نمیکنه، مال هر دوی ماست، ازش استفاده میکنیم. اگر یه موقع مسئله و مشکلیه که خب معلومه مالکیت مهمه و نادیده انگاشتنش برای آدمی که تو بازار، عزیز شما تو بازاری زندگی میکردید که دائما باید مواظب باشید کلا سرتون نره. یعنی شما فرضتون بر اینه که آدمی که داره به شما حرف میزنه احتمالا راست نمیگه، درست نمیگه، پس باید به دقت ارزیابی کرد. حتی اگر آدمی خوشبینی هم باشید، نه اینکه خودتون رو رها کنی. ای بس ها علت ورشکستگی اولتونم یه مقدار این دوگانگی و این خوشبینی شماست. ولی حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم. یعنی من اصلا تعجب نمی کنم که ایشون به تدریج عمل گرفته، برنامه ریزی نبوده، زیرکی نداشته. ممکنه یک کسی بهش سر نخی داده و بهش گفته این کارو بکن، ولی او عملا به این دلیل تونسته که شما آمادگی داشتید این دوگانگی رو در وجودتون آدم ازش استفاده کنه. از یه طرف از پایین بودنتون، از یه طرف از بالا بودنتون، بسته به اینکه کدام مانور به نتیجه میرسه ازش استفاده کرده. خب بالاخره چه شد عزیز؟ بعد از این مدتی متوجه چی شدید؟ خلاصه بعد از اینکه من گوشی ایشون رو چک کردم، خب به من ثابت شد که بله، در واقع درست حدس میزدم. حتی شخصی که در واقع حدس میزدم ایشون باش در رابطه هست، اما تکست یا موضوعی نبود، فقط این بود که شماره تلفن اون طرف توی گوشی ایشون سیو بود، اما نه به اون نام، به یک نام دیگه، به یک نام فرعی عملا که اگر مثلا من دیدم شک نکنم. از اون روز به بعد من مطمئن شدم که در واقع موضوعی هست، اما اصلا بروز ندادم و در واقع بیشتر حواسم رو جمع کردم، فقط همین، و متوجه شدم که بله، خب بالاخره رفت آمدایی که هست و صحبتایی که گاهی اوقات میکرده که من در واقع متوجهش نبودم، خب همه در مورد این قضیه بوده، صحبتایی که در مورد خانواده اون طرف میکرده، در واقع چون طرف مقابل از اقوام خود من هست، از اقوام نزدیک خود من هست.
خلاصه آقای دکتر، به خاطر مسائل و مشکلات و این موضوعی که اضافه شده بود، در واقع ما بحثی بینمون در واقع پیش آخه اومد و نصب کنید، ایشون بر اساس بحث اطلاعاتی که داشت قبل از بحث، بر اساس اطلاعاتی داشتید، نوع رابطه رو چی میدیدید؟ این رابطه در چه حدی بود؟ ببین هنوزم من احساس میکردم یک رابطه در حد تکست یا تلفن در این حده، اصلا فکر دیدار نمیکردم نبوده؟ رابطه ای. نه دیداری نبوده؟ من احساس آخه میکردم، عزیز من من قربون شما، اطلاعات در یه سب کنید، شما وقتی که همچین شک و تردید دارید چرا چک نکنید؟ چرا راهی پیدا نکنید خب برای اینکه اوضاع رو میکردم. چک کنید؟ خب نه، به من چه این نتیجه کار رسید؟ انجام میدادم. این بازه زمانی این موضوع که من متوجه شدم تا زمانی که این اتفاق کاملا همه چی به عمل شد، خیلی بازه زمانی کوتاهی بود آقای دکتر، و اون زمان هم ما داخل کشمکش و دعوا و مسائلی بودیم که ایشون دائم بین خونه مادرش و خونه من رفت آمد داشت، و خونه مادر ایشون شیراز بود، ایشون شیرازی و من در واقع یه شهر دیگه هستم، ایشون شهر ما نبود. به این خاطر در واقع از نه این یعنی پا طریق میشد دیگه میرفت خونه من متوجه مادرش، نه موضوعات میرفت شدم. خونه مادرش. آره، میرفت. خب آره اینا آره معمولا میرفت عزیزم شهر بذار دیگه. همینجا بگم، بهترین فرصتی که آدما وقتی اشکال اختلاف دارن از این قهرها میکنند و میرن در همین وقتهایی است که دیگه هیچ کس به نوعی مواظب و مراقبشون نیست، یعنی اون همون موقع بازی علامت دیگری است که خبرایی هست. حالا باز سوال من بله از شما بله مشخص اینه، بله بله آیا به نظر شما فقط حرف در چارچوب حرف و گفتگو بود یا بیش از اون بود؟ فقط همین حدس نه شما نه چیه؟ آقای دکتر، موضوع کاملا برملا شد. نه اصلا اینطور نبود. من فکر می کردم اینطور هست. من باور نمی کردم آخه که ملاک موضوع شما که خیلی فکر، بیشتر از ملاک اینهاست. جهان که فکر و احساس من و شما نیست. خب چی آره برملا شد؟ آره معلوم آره شد من چی؟ نه نه موضوع آره خلاصه در واقع من یک موضوعی که پیش اومد و به ایشون گفتم که در واقع باید پرینت تلفن تو بدی، موضوع همه خانواده اومده بودن و اولین باری بود که بعد از تقریبا 10-11 سال زندگی ما اصلا خانواده من متوجه اختلافات ما شدن، و زمانی که اصلا خانواده من متوجه شدن که همه زندگی به نام ایشون، اصلا تعجب کرده بودن، هیچ کس خبر نداشت که مثلا تمام چیزایی که من دارم به نام ایشونه، و اولین باری بود که اصلا خانواده من وارد مسائل خانوادگی من شدن، وارد مسائل زن و شوهری ما شدن، اصلا اطلاع نداشتن از اختلافات ما. اونجا در واقع من درخواست کردم از ایشون پرینت تلفنش رو بده، خلاصه و داخل ماشینش من دستگاهی نصب کرده بودم که GPS بود، و صداشو ضبط کردم و دیدم داخل ماشین با مادرش و خواهرش داره صحبت میکنه، که آره این دیگه شک کرده، این فهمیده، باید پرینت تلفنم رو پاک کنم. نمیدونم زنگ زد به اون بنده خدا و با اون صحبت کرد که آره من گرفتم، و من متوجه شدم که خب بله همه چیز تا اینجا هست. و بعد زمانی که این اتفاق افتاد، با توجه به اینکه اون طرف مقابل، حالا من خیلی سریع توضیح میدم به خاطر اینکه وقت برنامه نگیرم و خب به اون اصل سوالاتم برسم، چون طرف مقابل خب از اقوام نزدیک من عرض کردم بود، خانواده من رفتن سراغ اون، من خود من نه برادرم و در واقع خانواده نزدیک من رفتن سراغ اون طرف، و ایشون خیلی راحت اعتراف کرد به همه چیز با این ذهنیت که خب حالا ما مثلا در واقع میخوایم تو رو نجات بدیم از تو این قضیه، با سیاست ازش همه چیز رو اعتراف گرفتن، و ایشون اعتراف چی کرد بود؟ که به خونه من میومده. بله خب اعتراف کرد به چی؟ آره، اعتراف کرد که خونه من رفت آمد داشته، اعتراف کرد که رابطه جنسی بوده، حتی زمانی می اومده خونه من که پسر من خونه بوده، در از فلان خونه، یعنی اعتراف کرد که دقیقا موضوع از همون زمانی بوده که من شک کردم، از 2 سال پیش، تقریبا نزدیک 2 سال بود که اینا با هم در ارتباط بودند، و بله ایشون خونه و خانوم من از ایشون پول می گرفته، این ایشون براش خرید میکرده چیزای گرون، که من وقتی بهش میگفتم که اینو برای چی خریدی، اینو پول از کجا آوردی خریدی، به من میگفتش که اینو مامانم خریده. بعد من تماس میگرفتم با مادرش و بذارید میگفتم ازتون چرا دو اینو سه تا خریدی، سوال ولی من پول کوچک بکنم. ندارم. نه صبر کنید دو سه تا سوال کوچک. اولا بر اساس حرفایی که شما زدید یه اشاره کردید که مثل خانواده او در جریان این رابطه بودن یا تا حدودی بودن، این حرف درسته؟ بله دقیقاً. اوکی. بله دوم، این دقیقاً. آقا چقدر از شما سنش بالا بیشتره یا کمتره؟ چقدر؟ نه کمتره،
سه سال از من کوچیک‌تره. من بگید همسر و دقیقا فرزند، همسن همسرم بود. همسر و فرزندانی داره یا نداره؟ نه مجرده. اوکی بسیار خب، حالا ادامه بدید. خب بعد از اینکه اینا مشخص شد بله چون بله من کی این ایشون کی اعتراف تکلیف کرد این که کار، حالا این اعتراف چه مدت قبل بود؟ تقریبا یک سال و نیم پیش این موضوعات اتفاق افتاده، ولی خب ما تقریبا به فاصله یک ماه بعدش دیگه جدا شدیم. یعنی خلاصه طلاق موضوع اینطور گرفتید؟ تموم شد. یعنی طلاق بله اتفاق افتاد؟ بله اوکی. و حضانت بچه بله پروی من کی به رفت؟ ایشون، خب همین موضوع در واقع موضوع اصلی در واقع مشکلات من هست. موضوع اصلی اینه که حضانت بچه خب میدونید تا قبل از 7 سالگی با مادرشه و خب این بچه توی شهر من بزرگ شده، پیش خانواده من بوده همیشه و خب از لحاظ مالی، از فرهنگی، از هر لحاظ واقعا من فکر میکنم که اصلا صلاح بچه من نیستش که در واقع پیش مادرش باشه. این ذهنیتی بود که من از اول داشتم و در واقع خب مثلا وکیلی که گرفته بودم بهش گفتم ببین هر کاری میکنی فقط من خط قرمزم بچه‌مه، من هر چی میخواد من میدم، فقط بچه‌مو من میخوام، من حاضر نیستم بچه‌مو بدم بره اونجا بزرگ بشه. که در واقع میگم آقای دکتر همینطور که شما فرمودید خانواده ایشون کاملا در جریان بودن. زمانی که من به مادرش زنگ زدم گفتم اینو چرا براش خریدی، میگفت حالا اشکال نداره دیگه دوست داشته، در صورتی که مادرش میدونست که اون نخریده و یک کس دیگه براش خریده. این انحراف اخلاقی این خانواده و طرز فکر واقعا خراب این خانواده به خاطر این بود که من واقعا حاضر نبودم به هیچ عنوان بچه من دیگه بره توی اون خانواده بزرگ بشه. اما موضوعی که پیش اومد آقای دکتر، ایشون به دقیقا یک سال و سه ماه پیش این اتفاقات در واقع رقم خورد و ما جدا شدیم و ایشون در واقع با مادر و پدرش از شهر من رفتن شهر خودشون و البته تو اون روزا بچه من پیش اون بود و خب من رفتم بچه‌مو رو برداشتم و تو ماشین و اومدم خونه که فقط شاهد یک سری مسائل نباشه، خیلی با آرامش. از همون زمانی که آی دکتر من این بچه از تو ماشین ایشون برداشتم که البته خودش داخل ماشین نبود و این بچه اومد پیش من، این بچه دیگه مادرش رو ندیده. یعنی نه ایشون اومده سراغ این بچه و نه اصلا شرایطی بوده که در واقع شما با کمک کی فرزندتون رو سه ماهه که پسر من نه متوجهم شما با کمک کی شما چه کردید؟ با کی فرزندتون بله با کی بزرگ شده؟ بله 8 یا 9 ماه چون من منزلی که توی اونجا بودم اون خونه رو جمع کردیم که وسایل ایشون رو بشتدیم، من رفتم خونه مادرم و خب البته این وسط یه اتفاق خیلی بد دیگه ای که واسه ما افتاد این بود که تمام وسایل زندگی من رو هم دزد برد. دقیقا روز بعد از این که ایشون اومدن و وسایلشون از اونجایی که وسیله ها رو برده بودیم بهش تحویل دادم، اون خونه رو اومد کاملا دزد، تمام وسیله ها رو برد. حالا حتی خب تمام اطرافیان من مطمئنن که در واقع باز کار همین ایشون بوده چون وسایل یک ماه اونجا بود و هیچ اتفاقی نیفتاده بود و دقیقا 2 روز بعد از این حالا اونو البته معلوم نیست. حالا شما سوال من شوید واردون ولی شما بنابراین فرزندتون شما رفتید خونه مادر، فرزندتون اومد با شما با مادر و پدرتون زندگی میکنید؟ بله بله اومد پیش من. تقریبا 8-9 ماه ما خونه مادرم بودیم. بعد از 8-9 ماه من دوباره وسیله زندگی خریدم کامل و دوباره خونه گرفتم و الان من و پسرم داریم با هم زندگی میکنیم. من فقط یه کمی نگرانم که چون از ایران هستید تلفنتون قطع بشه، اینی که خلاصه بفرمایید. من متوجه ماجرا شدم. من اولا فقط سوالم اینه چرا همچنان خانه مادرتون نموندید؟ برای که بودن پدر و مادر کنار فرزندتون خیلی به او کمک میتونست بکنه، مگر اینکه اشکالات و اختلافاتی با خانواده میداشتید یا مسئله محل کارتون اینها فاصله زیاد بود یا هر چیز دیگه. درسته.
نه دکتر، مشکل اصلی من در واقع، خب من طی این مدت از روانشناسان کمک گرفتم، مشاور کمک گرفتم. یه موضوعی که خیلی مطرح بود این بود که در واقع این بچه خب اونجا اتاقی برای خودش نداشت، وسایلش رو از دست داده بود، تمام وسایل این بچه رو دزد برده بود. نه متوجهم، نه من نگران جزئیات نیستم، نه ولش کنید، اگر نبوده امکانات نبوده که خب نبوده، اونو متوجه شدم. تو گفتم فقط آره، به من میگفتید شرایطتون بود. نبود برای حالا پرسشاتون چیه؟ چون من میترسم این موقع تلفنتون قطع بشه. عزیز بفرمایید. درسته آی دکتر، یک موضوعی که هست اینه که خب واقعا این چالش بزرگ واسه من که تا الان تونستم در واقع پیش ببرم و در واقع نذاشتم بچه‌ام از هم بپاشه، در مورد این موضوع که خب یک سال خورده مادرش رو ندیده و البته اوایل اصلا صحبت نمی‌کرد و من متوجه شدم انگار این بچه استرس داره، میترسه از اینکه در مورد موضوع مثلا صحبت بکنه با من. و خب من وقتی که باش صحبت کردم و موضوع رو براش باز کردم، گفتم آره خب حالا ما تفاهم نداشتیم، مثلا جدا شدیم، حالا مامانت به خاطر کروناست که الان نمیتونه بیاد، نمیدونم اونم دلش واسه تو تنگ شده و همه این مسائل، تا در واقع این بچه به یه آرامشی برسه در این حدی که خب الان مثلا اگر دلش تنگ میشه به من بگه و من باش همدردی کنم و در واقع یه خورده آرومش بکنم. اما خب واقعا نمیدونم، اینو یک سوالم اینه که واقعا چه تأثیری خواهد گذاشت این موضوع روی بچه من؟ و البته من خیلی طی این مدت تلاش کردم. نه آخه ماجرا این است که نه مادر چقدر نه چقدر مادر کوشش میکنه که فرزندشو ببینه. هیچی های دکتر، هیچ فضاها کنید، برای که ببینید با دیدنه تازه بیشتر سرخورده میشه، بعدم شما بیش خودی او رو تحریکش نکنید، نمیدونم دلت تنگ میشه و اینا، شما اصلا بی‌اعتنا نسبت به نه نه من موضوع رو مطرح نمیکنم. نه میدونم، حتی اگر اونم مطرح کرد نسبت بهش بی‌اعتنا باشید، یعنی موضوع رو مهم نشون ندید، برای که بچه ها تو این سن و سال اون چیزی رو که میبینن فکر کنن واقعیت و درسته جهانه. مهمش این است که وقتی احتیاجاتشون برآورده میشه، وقتی از یک امنیت و آرامش و به هر حال نوعی فرصت ها مثل بازی و اینا با بچه های همسن و سالشون هستن، این چیزها رو بهش اهمیتی نمیدن. بله. چون مادر به دنبالش نیست و چون مادر اولا دنبال بچهش و دیدنش نیست، چون معلوم نیست اصلا ازدواج بکنه یا نکنه، چون معلوم نیست بعدا بچه رو ببینه بعدش چه خواهد شد، بنابراین شما فکر میکنم تأثیر بد و منفی که اصلا این موضوع رو رها کنید و کوششی برای که اینا هم دیگر رو ببینن رو شما نداشته باشید. من هیچ دلیل نمیبینم که فرزند شما نه اصلا اصلا برای که کمکی نمیکنه از این، برای که ببینید اونم مادرش میشه نه مادری میکنه نه بدن تداوم داره. این درست مثل است که فرض کنید که او بیاد یه روز ببینه بعد بره، بعد دوباره که شما تازه مشکل که بدتر میشه. برای اگر بد کرده یه جور تاثیر منفی داره، اگر خوب کرده ماجرای خواستن مادرش برای شما مسئله میشه. تو این گونه موارد کمترین آسیب با توجه به سن 6 سالگیش اینی که شما نسبت بهش بی تفاوت باشید و هیچ کوششی برای رسوندن مادر و فرزند به هم نکنید، مخصوصا وقتی از جانب مادر کوششی و تمایلی برای این کار نیست. درست. و خب موضوع بعدی که هست آقای دکتر، من تمام این مدت میتونم بگم که واقعا تمام کوششم رو کردم، یعنی توی موضوعات کاریم در واقع شرایط رو تغییر دادم تا شرایطی بتونم ایجاد بکنم که حجم کاریم رو خیلی کم بکنم تا بتونم تایم بیشتری رو با در واقع بچه‌ام باشم. و میتونم بگم واقعا تنها قسمت درست زندگی من در حال حاضر موضوع ارتباطم با فرزندمه، از لحاظ تایمی که باش میذارم، بازیایی که باش میکنم، صحبتایی که باش میکنم، خیلی واقعا تو این زمینه دارم نه میکنم. اون ببینید عزیز، بعد قطعتون هم چون میترسم قطع بشه، اون خیلی خیلی مهمه، اما فرزند شما احتیاج به سه چیز داره: بازی، اسباب بازی، هم بازی. شما هر چی بتونید روزای او رو که اولا باید بره مدرسه، یعنی میره تمام وقت باشه، بعد از اون شبا هفته که دو شب حتی فرصتی از هوا هم با تابستان هنوز روزا بلنده، بره یه جایی تو پارکی با بچه هایی باشه یا با کسانی بره خونه کسی یا اونا بیان خونه شما، و بعدم تمام روزای تعطیل تمام روزای تعطیل بذارید با دوستاش باشه. ببینید شما از فرزندتون اگر با دوستای تا حدودی نه کاملا مناسب باشه خیلی ازش بهره میگیره، تا حتی با شرایط خوب با خود شما باشه، شما نقشتون رو ایفا کنید اون زمانی که او شما رو میخواد، اما فرزند شما احتیاج به همون
هم بازی داره و من یه دو سه تایی که دوست داشته باشه، بلکه از این بعد اون شبکه دوستاش که براش بسیار مهمه. ولی کسانی رو انتخاب کنید و منطقه خونه و اینا طوری باشه که بتونید انتصاب کنید این بچه ها برای مدت ها با او میمونند. این مهمه، نه اینکه مجبور به جابجایی و درست. تغییر بشید. آره خوشبختانه تو این زمین ها من صحبت های شما رو همیشه گوش کردم و مد نظر قرار دادم و همینطور در واقع دارم عمل میکنم. اما موضوعی که از آقای دکتر اینه که خب من طی تمام این مدت در واقع تمام تلاش و کوششم رو کردم واسه آرامش بچم و خب خدا رو شکر نتیجه گرفتم و الان خیلی حالش بهتر از اون اوایل. اما موضوعی که هست این مسئله دکتر، خودم واقعا به شدت خستم و به شدت حالم بده از تنهایی، از اینکه خب اصلا تا این مدت نتونستم ارتباطی رو بگیرم، در واقع توی وارد ارتباطی بشم که حس خوبی داشته باشم، و به شدت احساس افسردگی و خستگی میکنم توی این زمینه. و در واقع میتونم اینطور بهتون بگم که تا زمانی که بچه من کنارم هست من حالم خوبه و در واقع سرم بنده با بچه باید. اما همین که شبا مثلا بچه رو میخوابونم و دیگه کاملا میرم تو دنیای افسردگی نه خودم نرید از از نه این نه این کار جهت نکنید. نه ببینید عزیز، شما اولا با تنهاییم توجه از نه سب کنید، نه متوجه نمیخواد توضیح بدید، چون گفتم نگرانی من اینه که خرپش. ببینید عزیز، شما باید به صورت بسیار بسیار جدی دنبال احتمالا رابطه یا ازدواجی باشید که مخصوصا اون آدم با توجه به ویژگی‌های روانیش که حتما باید مدت طولانی اقلا بیش از یک سال این ارتباط رو داشته باشید و تا مشاوره بگیرید، بتونه با شما و فرزندتون کنار بیاد و با توجه به سن شما و احتمالا سن اون آدم که با تو دهه 20 باشه، بعدم بتونید فرزندان دو تا فرزندم از اون ازدواج بعدی داشته باشید و بنابراین زندگی رو اصلا شکل و فرمش رو عوض کنید، مخصوصا اگر امکانات مالی، حالا با توجه به این چیزایی که از دست دارید به هر حال اینو دارید، ولی اون آدمی که میاد تو زندگیتون نمیتونه یه آدم منفعل و در حقیقت فقط درخواست کننده باشه. خود اونم باید به نوعی درگیر، فرض کنید درسی خونده باشه، کار و فعالیتی داشته باشه و در نتیجه با هم زندگی رو بسازید. نه شما این وضعیت رو اگر ادامه بدید حتی به فرزندتون هم آسیب میزنید، علاوه که خودتون از پا در میاد. بنابراین برای شما احتمالا ازدواج یه جنبه دارویی هم داره و چون یه سال و سه ماه از اون ماجرا گذشته، با وجودی که تاثیرات بد منفیش هنوز کمی باقی است، ولی حالا شما میتونید وارد یه رابطه بشید، چون به هر حال قرار است که اون زمینه فراهم شده باشه و گذشته کمرنگ شده باشه. ولی خب این دفعه دیگه دست گلای قبلی رو انجام ندید و ضمناً مطمئن باشید که کسی وارد زندگیتون میشه که متوجه است که باید با شما شریک و سهیم باشه، ولی این کار هرچه زودتر بکنید، برای اینکه با بالا رفتن سنتون مسائلی بعدا در جهت ارتباط با نفر بعدی پیدا میکنید و ضمناً فرزندتون هم هرچه زودتر که بتونه یک کسی تو زندگیش باشه که همینقدر که دانا و مهربون باشه کمک میکنه. ضمناً مطمئنم هم سی دی 3 تا 7 سالگی رو، هم سی دی سینگل پرنت، خانواده تک سرپرست رو اگر نشنیدید بشنوید. اوکی، بنابراین اونا هم یه مقداری میتونه موضوعی رو برای شما مطرح کنه که حواستون باشه اشتباهی صورت نگیره. شما که من با کسی ازدواج بکنم، شما به نظر من بهترین کار ازدواج عزیز بچه بیارم و آره من و اگرم باشه، چون سنتون هم کمه، با یه دونه بچه مسئله پیدا میکنید و اونم پیدا میکنه. بعدم گفتم شما چون 33 سالتونه، فرض کنید یه کسی رو باش ازدواج بکنید، مثال دارم اصلا حدود سن مثلا 23 تا 28، خب یه همچین آدمی کاملا درستش اینه که فرزند داشته باشه و اگر اجازه بده و هر دوتون کار بکنید تو امکانات داشته باشید دو تا، چون اونم با فاصله میشن دو تا بچه هم از اون با فاصله 20 تا 35 ماه رو داشته باشید. بنابراین در یه چنین صورتی واقعا خودتون رو، پسرتون رو و یه زندگی رو تونستید به یه سمت و سوی ببرید که خاطرتون از بابت خیلی چیزاش آسوده است. ولی شما اگر بخواید همچنان بمانید جدا و تنها و یا روابط سطحی گذرا داشته باشید از پا در میایید و ضمناً از این جهت هم به فرزندتون آسیب میزنید. بنابراین برای شما یافتن همسر مناسب، نه به صورت سنتی، برای که اینجا یه مقدار ظرافت و پیچیدگی تو کار زندگی شماست با داشتن یه پسر 6 ساله و با توجه به آسیبی که خوردید و با توجه به نوع کاری که دارید که به هر حال تو محیط به اعتبار بازار و تجارت هستید،
باید خاطرتون آسوده باشه که او توان فهم و درک همه اینا رو داره و چون خودتون مرد خوبی هستید پیداست، ولی اون ترکیب دوگانه ای هم که به خاطر فرزند آخر هست رو اگر شما فرصتی کردید سی دی مثلا شخصیت سالم و نرمال رو حتما بشنوید، اون یه مقدار زیادی هم میتونه در جهت خودتون بهتون کمک کنه. ولی شما به نظر من اگر قرار باشه برنامه‌ای در پیش داشته باشید حتما ازدواج. دکتر واقعا خیلی ناامیدم از اینکه بتونم اصلا مهم نیست. پیدا بکنم. نه اصلا بیخود یه جور احساس نه ببینید دارم خونه نه صبر کنید نه صبر کنید صبر خون نه نه صبر کنید خونه من شما خراب شده ولی سقف آسمون پایین نیومده، اینا رو تعمیم ندید. و اینو کاملا حرفتون رو میفهمم، یعنی میخوام شما دقیقا چرا این مثال میزنم، برای اینکه به من میگید که همه چیز بر سر من آوار شد و ریخت، قبول، ولی این خانه شماست که ویران شده نه سقف آسمان. اینو اگر در ذهن داشته باشید بی خودی از این بسیار منظر به موضوع نگاه نمی کنید. ولی با یه مرد روانشناس هم کمی کار کنید و به او بگید فلانی دوگانگی روانی من رو توصیف کرد. به همینجاست که بهتون پیشنهاد میکنم شما سی دی شخصیت سالم و نرمال رو هم اول بشنوید، بعدم با یه روانشناس کار کنید به خاطر خودتون. ولی شما چاره جز ازدواج ندارید عزیز. و این جمله آخرم بگم، ازدواج برای شما حالت دوا رو داره، هم برای شما هم برای فرزندتون، و بنابراین اصلا اگر برای بقیه خوبه برای شما یه ضرورته. جان موضوعی که من نگرانش هستم اینه که شاید نتونم اعتماد بکنم به کسی. نکنید نکنید، حالا دفعه قبل اعتماد نه اشکالی نداره. این بود که نه ببینید اعتماد اولا اون آدم اگر کسی بیاد و من در واقع دوباره بچه دار بشم، خب در واقع بچه این بچه‌ای که الان من دارم، این پسر 6 ساله من، در واقع حاشیه رونده میشه، چیزایی که دارم نمیشه. میبینم دور اطراف. نه درست نیست. همیشه فکرم این بود عزیز من عزیز من حرفتون درسته، نمیخوام بگم مانند مادرش و رابطه سالم میمونه، ولی تنهایی بیشتر بهش آسیب میزنه عزیز. اشکال کار اینه، یعنی شما فرزندتون وقتی به 8-9 سالگی برسه به هم میریزه. نه او خانواده میخواد عزیز، او خانواده میخواد. شما من میگید نوع خوب و یا یه سوالم هم همین بود که در واقع اگر قرار باشه من ازدواج بکنم، در واقع قبل از چه سنی هست برای پسرم که بهتره که من این کار رو انجام بدم؟ هر چه زودتر بهتر. ببین عزیز من اشاره بهت کردم، تو 1 سال و 3 ماه از اون ماجرا گذشته، اون تمام شده، موضوع اون پرونده بسته شده. نه واقعا از لحاظ ذهنی و فکری هم تموم شده. برای خب برای پسرتون هم تموم شده است. برای پسرتون هم تموم شده. منو اذیت میکنه اون نیست. بنابراین برای پسرتون هم تموم شده است. عرض من رو جدی بگیرید. توصیه‌ای که خدمتتون میکنم رو من براش 100 تا دلیل دارم، ولی وقت این بحث و گفتگو نیست. شما در مسیر ازدواج مناسبی با یک دقتی و اگر ضرورت داره با یه ارزیابی روانی که با روانشناس صحبت کنین، که هم شما هم اون خانم بدونن که وارد چه مرحله ای از زندگی میتونین بشین، و ضمناً اگر شرایط اقتصادیتون تا حدودی مناسب باشه با همکاری ایشون، چون نمیتونین باز دو مرتبه نانآور تنهای خانواده باشید، دو تا بچه پشت سر هم رو هم اونجا با فاصله 20 تا 35 ماه بیارید. حالا شما که اهل کار و کوشش هستید امیدوارم بتونید موفق بشید، ولی گذشته رو خاک کنید عزیز. ما عزیزان اونم که میمیرن میگیم قبرستون خاک میکنیم میام بیرون. بی خودی این جسد واقعا گندیده رو با خودتون این ور اونور نبرید و گذشته رو کاملا خاک کنید. و فرزندتون هم با توجه به اینکه مادرش به دنبالش نبود و دیداری نداشتن، در حقیقت به یک اعتبار اون مادر نه اونقدر مادری بوده و حتما نبوده و نه خانواده ای، و بنابراین شما براش بادی خانواده ای رو درست کنید، اینی که اون رو به عنوان دوا برای خودتون و برای فرزندتون هر دو داشته باشید، ولی این بار مواظب باشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. حالا شاید لازم باشه در مورد موضوعی که به خودم مربوط میشه و بعداً اگر خواستی بیا با هم میشه، شاید نتونم در واقع آره شاید لازم دیگه با هم صحبت بکنیم. حتما عزیزم، مواظب خودت باش، خدا نگهدارت.